حل بحران کره به ظاهر سهل ممتنع به نظر میرسه، به دلیل اینکه از یک طرف کره از هیچ کوششی برای ایجاد و تقویت ظرفیت اتمی خودداری نمیکنه. آزمایش‌های متوالی که انجام داده تا به حال همه این رو ثابت میکنه، و اما از طرف دیگه هنوز اون ظرفیتی رو که بتونه آسیب برسونه به ایالات متحده آمریکا در اختیار نداره. در این حال خطری برای متحدین آمریکا در منطقه اقیانوس آرام به حساب میاد. بنابراین اینجا آمریکا یک جوری تو پوست گردو گیر کرده که آیا بایستی بیشتر از این فشار نظامی روی کره بیاره و یا اینکه سعی بکنه از طریق سیاسی قضیه رو حل فصل بکنه، که معمولا راه حل مطلوب تر است. توسل به عملیات نظامی معمولا آخرین راه حل به حساب میاد. در مورد کره قبلا راه حل سیاسی امتحان شده در دوره کلینتون، ولی در حال حاضر راه حل سیاسی به خاطر اینکه عوامل و اون فاکتورهای تعیین کننده مساوی نیستند به نتیجه نرسیده. از یک طرف آمریکا تنها یک به اصطلاح دست برتر داره و اون این استش که به کره شمالی پیشنهاد میکنه در ازای متوقف کردن مانورهای نظامی آمریکا با متحدینش، کره شمالی دست از فعالیت‌های اتمی برداره. آیا این دو کفه برابر هست یا نه؟ از دید کره شمالی اینطور نیست و کره شمالی خواهان این هستش که به طور کلی آمریکا از منطقه خارج بشه و اون اتحاد رو تقویت نکنه و در نهایت اونها به نوعی به اصطلاح رسیدن به اتحاد به کره جنوبی از دیدگاه خودشون فکر میکنن، در حالی که کره جنوبی و ژاپن و آمریکا برای این اتحاد چارچوب دیگری قائل هستن. این هستش که قضیه یک مقداری به یک نوع بنبست سیاسی نظامی برخورد کرده و به همین دلیل شما ببینید که بیانات رئیس جمهور هیچ موردی رو چه سیاسی و چه نظامی کاملا منتفی نمیدونه.